کی می‌نویسی؟ برپا بفرم برجا بفرم آقا اجازه آقا بفرم آقا مگه نگفتن کسی باید من نیاد؟ آقا اجازه آقا، آقا مسیرمون دور آقا، سردم بود دیگه سریع ماری با کیفت کو، مدادت کو، دفترت کو؟ آقا همین شادشیم همین آوردین دیگه آقا داری میزو مگه؟ داری میزو بازی کنی؟ نه آقا، گفتی دست بالون خالی باشه آقا بفهم چش آقا نمیخواد بیم شده بخور آقا برسیم بفهم چش خب موضوع انشاء دوست چی؟ دوست؟ بله آقا انقدر اینو سرت کردی؟ راجع به دوز می‌نویسی دیگه. او سرد چیکار کنم؟ خونه با همین اومدیم. موضوع انشاء دوز، پدر من از ترس دوز هر شب موتورش را چرا؟ ده دفعه گفتم وایسم بچه آدم بخون. آها چش. پدر من از ترس دوز هر شب موتورش را 5 طبقه پرگاز می‌آورد با بابا چرا دوباره؟ این چه وضع خوندنه؟ چجوری؟ مثل بچه آدم بخون. پدرم من فلان یعنی چی؟ چش. بله. پدر من از ترس دوز آفرین. پدر من از ترس دوز هر شب موتورش را 5 طبقه پرگاز می‌آورد بالا، صبحا همونو کمگاز می‌آید پایین. یک شب دیر وقت آمد خانه، من خوابیده بودم. بالای سرم تکرار میزد، گاز میداد، میگفت پاشو تو جاپارک من خوابیدی. بعد صبح تو جاپارک من داشت هندل میزد. هوا سرد بود، موتورش روشن نمیشد. پدرم هم کوتاه بیا نبود. انقدر خوابم میآمد که پتو را کنار زدم و در اگزوز چند تا ها کردم تا موتور روشن شود و هندل زد و رفت. پدر من در خانه با موتور تردد میکنه. با موتور مینمید بابا؟ بلا تو خونه؟ بلا. سر سفره با موتور میاد؟ نه، پارک میکنه بعد میشینه پای سفره آقا. بفهم. بله. پدر من در خانه با موتور تردد میکند. یک بار که من رفته بودم مسواک بزنم، یک مقدار کارم طول کشید. پدرم آمده بود جلوی در توالت بوغ میزد. من کاری ندارم که با موتور به داخل سرویس بهداشتی برود. من کاری ندارم که با موتور به داخل سرویس بهداشتی برود. اما پره های موتور را چرا با مسواک من تمیز میکند؟ اما خوبیش اینه که موتور بله آقا با مسواک ما آقا تمیز میکنه. بله آقا اون کار غیر بهداشتی بده. کجا بودیم؟ اما خوبیش این است که پدر من هیچ به من نمیگوید بپر برای من چایی بیاور، کنترل را بیاور، فلان را بیاور. علتش هم این است که خودش موتور زیر پایش هست، میرود میآورد. یکی از دزدهای محله ما فقط در کار سرقت فرش‌هایمان است، اما مهربان است. شب‌ها که می‌آید می‌بیند ما خوابیم، یواشکی بغلمون می‌کند، می‌گذارد گوشه اتاق، فرش‌ها را لول می‌کند، می‌برد. انقدر پدرم را بغل کرده که دیگر پدرم بغلی شده. یعنی اینطوری می‌آید، دزد که می‌آید پدرم میگه عمو بغل بغل. برو وایسا، برو وایسا خون. نه داشتم برای اینکه بهتر متوجه بشید این رو گفتم. بله. هیچ کم بیدار نمیشه تو خونتون. نه دیگه خواب اون سنگ بغلتون میکنیم بریم من اونور. نه دیگه آقا اون کارشو بلده، آروم میذاریم برون بر ما. خواب مرگ میرین شما؟ نه آقا خواب اون سنگین آقا. بله بخونیم آقا. ما خانوادگی خیلی مورد سرقت قرار میگیریم. پدرم میگوید این در خاندانشان ارثی است و پدر بزرگ خودش تا زمانی که از دنیا برود تمام فکرش مشغول این بوده که وسایلش را چه کسانی از او رو بودند. مادرم خدا بیامرز میگفت وقتی انسان میمیرد تمام زندگیش چون فیلم کوتاهی از جلوی چشمانش رد میشود. به خاطر همین پدر بزرگش میگفت بنویس. این در فیلم کوتاه که رد میشود از جلوی چشمش میگفت بنویس. بنویس بنویس فرش 6 متری مراد کوکب گاز پیکنیکی ناصر شوهر پریسا اون کت قرمز موماشیه که لباس روی قورتش داده بود بیارید بپوشم میخوام قرمز بمیرم. اینا تون تون تو ذهنش بود میگفت بنویس. در پایان اینکه در محله ما جیب هر جنبنده جیبداری را خالی میکنند. حتی چند روز پیش کانگورو از باغوش فرار کرده بود، خفتش کردن از جیبش بچه‌اش رو درآوردن. خیلی باحال است محله ما آقا. جدی بخون. تمام این بود انشای من. نمک در نمکدان شوری ندارد، دل من طاقت دوری ندارد. بفند. وحشی. دیگه اینقدر با بغل بردتشون بر اون بر این دیگه بغلی شده است. خواب مرگ دیگه خواب تو. خب. بیشتار. بله. چی میگی؟